در بین 50 کشور فقیر جهان 32 کشور مسلمان رو اسای این 32 کشور جز 500 نفر ثروتمند جهان است سال که میگن خدای بالاسترمون زمانی که مردم بالاسترشون رو نگاه میکنن از پای ما مال و انوالشون وقارته همراهان عزیز درود بر شما به برنامه خداباوران از رادیو بی خدایان خوش آمدید من حسن فرامرز هستم میزبان شما در این برنامه که یک شنبه ها ساعت 22.30 به وقت ایران به طور زنده از صفحه فیسبوک خداباوران پخش میشه ممنون که توجه می کنید اگه صفحه ما رو دنبال کنید یا درخواست دوستی با ما رو بدین فیسبوک شما رو در جریان شبنشینی های هفتگی ما قرار میده. قبل از اینکه بریم سراغ سوال این هفته همینجا دست به نقد یه سوال ازتون بپرسم. واقعا نتونستید دو تا از ضرر و زیان های یهودیت به کشورتون رو نام ببرید؟ راستش من هم نتونستم. پس چرا به ها فوش میدیم؟ من اگه جای شما بودم فردا کله سحر وقتی از خواب شیرین بیدار می شدم که بگم درکت نماز صبح به جا می آورم الله قبل از اینکه نماز رو شروع کنم چند جمله با الله درد دل می کردم بهش می گفتم ای الله متعال هزار و چهار ست ساله که نمایندگان شما به ما گفتن به یهودی ها فش بدیم ما هم فوش دادیم امروز یه مرتد پیدا شده و از ما میخواد دو تا از ضرر و زیانهایی را که یهودیت به کشورمون وارد کرده نام ببریم هر چی فکر میکنم چیزی به ذهنم نمیرسه ای الله متعال لطفاً به من بگو یهودی ها با کشور من چه کردند که من تا زنده ام باید با آنها دشمنی کنم اگه الله جواب شما رو داد لطفا به ما هم بگید تا ما هم روشن بشیم اما اگه جواب شما رو نداد دیگه خودتون میدونید و الله خاموش خودتون <applause> اما بریم سراغ سوال امشب در قرآن آمده که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون به ما فرستادیم این ذکر را و به راستی ما خودمان از آن محافظت می کنیم بسیاری از مترجمین در این آیه ذکر رو ترجمه کردن به قرآن و نوشتن بی تردید ما این قرآن را به جای ذکر گفتن قرآن بی تردید ما این قرآن را نازل کرده ایم و قطعا از آن محافظت می کنیم حالا منظورشان از قرآن چیست بماند. چون قرآن در روزگار محمد به صورت کتاب وجود نداشته. فقط ذکر بوده. ذکر شفاهی. نه کتبی. این ذکرای شفاهی سالها پس از روزگار محمد به صورت کتاب در اومده. اما فعلا به اینها کاری نداره. سوال اینه ما این ذکر را یا این قرآن را حفظ می کنیم یعنی چه؟ چه چیزش را حفظ می کنیم؟ آیا متن نوشته شده اش را حفظ می کنیم؟ یا معنایش را؟ یا هر دو را؟ اگه منظورش اینه که متن نوشته شده رو به صورت کتاب حفظ میکنیم پس قرآن قرن اول یا دوم هجری کجاست؟ چرا حفظ نشده؟ آیا میتونید یک نسخه کامل از قرآن قرن اول یا دوم هجری رو به ما نشون بدین که با این قرآن های امروزی همخانی داشته باشه؟ اصلا هست که همخانی داشته باشه؟ اگه هست یک نسخه فقط یک نسخه شو به ما نشون بدین اگر نسخه اولی در دست نیست پس شما از کجا می فهمی که این نسخه که امروز دست من و شماست عوض نشده چطور می فهمی که این قرآن همون نسخه ای است که مثلا عثمان میگن جمعآوری کرده شما که اون نسخه عثمانی رو نداری پس این نسخه رو با چی مقایسه میکنی و میگی این همان است که بود پس اگر منظور این آیه متن مکتوب هست مکتوبش کجاست اما اگر منظور این آیه اینه که ما معنای قرآن را حفظ می کنیم پس چرا معنای قرآن حفظ نشده شیعیان یک آیه رو می خونند و به, و... و به ولایت علی می رسند سنی ها همون آیه رو می خونند و به این نتیجه می رسند که هر کس از این آیه به علی برسد کافر است و مشرک است و رافزی است و فلان و به همان شیعیان یک آیه رو میخونند و میگن قرآن گفته متعه حلال است اهل سنت همون آیه رو میخونند و میگن شیعیان به گور بابای خودشون خندیدند اگه معنای اصلی قرآن حفظ شده پس، این همه اختلافات و جنگ و جهاد بین مسلمانان چیست؟ نکنه از اول قرار بوده معنی اصلی قرآن همینجوری گنگ و مبهم باشه؟ پس سوال خیلی ساده است. چه چیز قرآن حفظ شده؟ متن نوشتاریش یا معناش اگه اینها حفظ شدن پس کجان پاسخاتون رو میتونید در زیر همین برنامه بنویسید یا اگه دوست داشتید میتونید تشریف بیارین رو خط تا بیشتر حرف بزنیم من هم در پاورقی نکته ای رو باید عرض کنم البته و اون اینکه حتی اگر پیغامی به همون صورت اول حفظ شده باشه لزوما به این معنی نیست که پس حتما بر حقه اگه حفظ شدن نسخه اولیه به معنای برحق بودن آن, آن نسخه است پس قوانین همورابی که چند هزار سال قبل از قرآن نوشته شده و بدون تغییر به دست ما رسیده از قرآن معتبرتره چون فقط یک نسخه از قوانین همورابی به جا مونده و همون یک نسخه هم بر روی سنگ نوشته شده هیچ عوض نشده برخلاف قرآن که خیلی عوض شده پس اگه معیار اینه قوانین همورابی از قرآن معتبرتره همون قوانینی که بعضی از, که بنده بعضی از بندهاش بعدها وارد تورات شده و از تورات به قرآن آمده مثل بریدن دست دوز که در اصل اسلامی نیست در قوانین همورابی بوده یعنی قبل از محمد افراد دیگری هم به شغل شریف دست بریدن اشتغال داشتند اینطور نبوده که این قانون مستقیما از سوی الله به محمد رسیده باشه اما مقصود این که صرفا به این خاطر که نسخه اولی حفظ شده دلیل نمیشه که پس بر اما به هر حال قرآن دیگه از این دست ادعاهای عجیب و غریب زیاد داره به هر حال به ما بگین چه چیز قرآن حفظ شده و اگه حفظ شده کجاست دست کیه اما بریم سراغ آفتهای عقلی یا مقالطات یه مغلطه ای هست که در بین همه ما هست البته اما مؤمنین و پیروان ایدئولوژی ها به طور اعم و مسلمانان به طور اخص عاشقش هستند خودشون رو باهاش خفه میکنند این مغلطه در واقع مغلطه مشخصی نیست چون مثل بقیه مغلطه ها فرمول و ساختار جهان شمولی نداره هر کسی به فراخور وضع و حال خودش ازش استفاده میکنه کاربردش بیشتر موردی یا موضعی تا همگانی یعنی برای مورد یا موضع یا موضوع خاصی مطرح میشه و وقتی اون مورد از بین میره این مغلطه هم از بین میره بنابراین یه مغلطه تمام و کمالی نیست اما چون به طور وسیع استفاده میشه در قبیله مغلطه ها قرار گرفته و پذیرفته شده در زبان کفار بهش میگن اد هاک فلسی یه پست هاک داریم یه اد هاک پست هاک تقریبا همون مغلطه ی علت کاذبه که هفته پیش بهش اشاره کردیم به طور خلاصه یعنی اینکه دو رویداد به طور همزمان یا یکی پس از دیگری پیش میاد و ما فکر می کنیم یکی علت دیگری بوده البته هفته پیش اسمی از پست هاک نبردم اما کاربردش مثل همون مغلطه ی علت کاذبه که هفته پیش بهش اشاره کردم اما اد هاک چیه که مسلمانان عاشقش هستند اد به زبان بسیار ساده آمیانه و خودمانی یعنی مالکشی 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 تو ام با لج و لجبازی چرا ماله میکشیم؟ چون اگه ماله نکشیم باید با چال چوله های حقیقتی تلخ روبرو بشیم و چون حقیقت تلخه و اذیت میکنه و ممکنه ما رو وادار کنه در اعتقاداتمون تجدید نظر کنیم و احتمالا راه و رسممون رو تغییر بدیم روش ماله میکشیم تا دردش کم بشه ماله کشی در زندگی شخصی برای هممون پیش اومده مثلا یه کار خطا یا اشتباهی کردیم و میدونیم خطاست اما لجبازی میکنیم و نمیخوایم قبول کنیم کار خطایی کردیم هی hey, ماله میکشیم هی hey, توجیه میکنیم هی hey, ماله میکشیم هی hey, توجیه میکنیم با سرسختی تلاش میکنیم از قبول حقیقت فرار کنیم اما در پهنه ایدئولوژی و دین و اعتقادات مالکشی به طرز شگفتانگیزی مرسوم و آزار دهنده میگیم پیغمبرتون که شما معتقدی رحمتی برای جهانیان بوده با دخترک نه ساله خوابیده آیا کسی که با دخترک نه ساله خوابیده میتونه رحمتی برای جهانیان باشه یا اصفه اخلاق باشه مؤمن میفهمه که همخوابی با دخترک نه ساله بده و این رو هم میدونه که پیغمبرش این کار رو کرده اما اگه قبول کنه این کار بده اون وقت باید از خیر پیغمبرش بگذره و مثل من مرتد بشه و اگه از خیر پیغمبرش بگذره و مرتد بشه هم هوری رو از دست میده هم قلمان رو چیکار میکنه ماله میکشه با لج و لجبازی و با سرسختی تمام ماله میکشه تلاش میکنه این کار زشت پیغمبرش رو به نحوی توجیه کنه یه بار میگه نه ساله های دوران حضرت رسول مثل هجده ساله های امروز بودند قدشون شش متر بود ماشاءالله که از اساس دروغه یه بار میگه حضرت رسول که برای شهوترانی این کارها رو نمیکرد برای گسترش دینش این کارها رو میکرد حالا اون چه دینیه که با بند تنبان گسترش پیدا میکنه اون هم با دخترکان نه ساله بنده نمیدونم یه بار میگه آیشه که نه ساله نبود هجده ساله بود مورخین اشتباه کردند یه بار میگه اصلا میدونی چیه این تواریخ اسلامی رو 180 سال پس از روزگار محمد نوشتن از کجا معلوم درست باشه یعنی این مؤمن عزیز هر مالعی میکشه و هر توجیهی میکنه تا پیغمبرش رو تبرعه کنه حاضر همه چیز رو حتی درستی تواریخ دین خودش رو زیر سوال ببره ولی نپذیره پیغمبرش کار بدی کرده همه چیز رو زیر سوال میبره الا همون کسی رو که باید زیر سوال ببره یه مال خریده چند منظوره و با اون روی هر اتهامی که به پیغمبرش وارد میشه ماله میکشه اون هم با لج و لجبازی تمام میگیم این رحمتا للعالمین شما 700 نفر رو در یک روز در بازار مدینه گردن زده رکوردی از خودش به جا گذاشته که تا امروز حتی داعش هم نتونسته اونو بشکنه حتی با این جنگ های مدرن ولی حضرت رسول با چند تا شمشیر این کار رو کرده 1400 سال پیش میگه سر خود که گردن نزده اول اونها شروع کردن میگیم اصلا فرض کنیم اون اول اونها شروع کردن که نکردند اما فرض کنیم اول اونها شروع کردن آیا هر کسی که با شما دعوا رو شروع کنه شما باید کل ایلو تبارش رو بیاری گردن بزنی اموالش رو مصادره کنی و زن و بچهشون رو به عنوان کنیز و غلام بفروشی آیا شما به این میگی رحمتا للعالمین اگه آقا رحمت شما اینه پس زحمت شما چیه میگه میدونی چیه اصلا کل این داستان ها رو در روزگار عباسیان نوشتن معتبر نیست همینطور که آقای دکتر سروش گفت باز میرسیم به همون جای اول یعنی این مؤمن حاضره به خاطر نجات دینش و پیغمبرش روی همه چیز ماله بکشه هم خودش رو فریب میده هم دیگران رو هر چی سند و مدرک ارائه میکنی ایشون توجیه میکنه هر طرف بندازیش هوا مثل گربه مرتزا علی چارچنگولی میاد پایین ماشاءالله البته خواهشان گربه یا پشک رو نندازین بالا گربه هم مثل ماست اون هم ممکنه دست و پاش بشکنه اون هم مثل ما درد رو میفهمه پس اینو بهش میگن مغلطه مالکشی یا لجبازی یعنی هیچ فلسفه یا نظام فکری برای مقابله با منتقدین نداری فقط لج و لجبازی میکنی توجیه میکنی و با مالکشی میخوای تبرعه کنی اون حالا پیغمبره حالا ایمانه حالا سازمانه حالا رهبره حالا هر کی هست در این مورد یه ماله خریدی از ملا فقط ماله میکشی ماشاالله یه مغلطه ای هست به نام تعمیم جز به کل هیستی جنرالایزیشن تعمیم جز به کل مثلا شما دو تا طالب میبینی که هر دوشون از نظر شما آدم های آرام و بیازاری هستند و نتیجه میگیری که پس کل طالبان آدم های آرام و بیازاری هستند اصلا برادران ما هستند به قول رئیس جمهور سابق تعمیم جز به کل یا مثلا شما یه ایرانی یا یه افغان دیدی که نجات پرست بوده. مثلا چی میگی؟ تمام ایرانی ها یا افغان ها نجات پرستند. تعمیم جز به کل. یا مثلا یکی از کارهای خوب حضرت رسول رو شنیدی؟ و به این نتیجه رسیدی که ایشون سراسر رحمت بودند تعمیم جز به کل اصلا کاری نداری که ایشون در عوض همین یک کار خیر چند تا جنایت کرده کاری نداری که ایشون با دخترک نه ساله خوابیده یا هفتصد نفر رو گردن زده یا شاعران و مخالفان خودش رو سر بریده یا 360 بت بامیان رو در یک روز در فتح مکه ویران کرده شما دیگه کاری به اینها نداری یه نمونه از خیرخواهی های حضرت رسول رو پیدا می کنی و همون رو تعمیم میدی به کل شخصیت و معموریت ایشون و نتیجه میگیری که پس ایشون رحمتی بودند برای جهانیان البته عکسش هم صادقه یعنی یک کار بدی از کسی میبینی و همون یک کار رو تعمیم میدی به کل شخصیت اون فرد و نتیجه میگیری که پس این آدم آدم بدیه که این هم مغلطه است مغلطه تعمیم جز به کل یه مغلط ای هم هست به نام آب را گلالود کردن و ماهی گرفتن در انگلیسی بهش میگن چاه را مسموم کردن پویزنینگ د well. چاه آب را مسموم کردن مثل همون کاری که حضرت رسول میکرد ایشون برخلاف فرهنگ رایج عرب چاه آب رو مسموم می کردند تا در اون صحرای برهوت مخالفین خودشون رو با تشنگی به زانو در بیارند مثل همون کاری که در بدر کردند اما در مغلطه آب را گلالود کردن یعنی اینکه با طرح موضوعات مختلف و احتمالاً بی ربط حواس مردم رو از اصل موضوع پرت کنی و همه رو گیج کنی تا به مراد خودت برسی حالا یا کم آوردی جواب نداری و یا به هر دلیلی بازار رو آشفته می کنی تا سود کنی آب رو گلالود می کنی تا ازش ماهی بگیری این مغلطه از فکو های حمله به شخصه که قبلا توضیح دادم <تصفح> حمله به شخص یعنی شما به جای اینکه جواب شخص رو بدی به خود شخص حمله می کنی تا حرفش رو از در درجه اعتبار ساقط کنی مثلا یک نفر اومده از دین شما ایراد گرفته شما به جای اینکه به اون ایرادات بپردازی و جواب شخص رو بدی به خود شخص حمله میکنی بهش تهمت میزنی تو یهودی هستی تو از اسرائیل پول گرفتی تو با اسلام خصومت داری تو نیت پلیدی داری و از این تهمت های آشنا و همیشگی یعنی در واقع با حمله به شخص آب رو گلالود میکنی تا دینت رو از مخمسه و از ایرادی که بهش وارده نجات بدی. بسیاری از مغلطه هایی که انجام میشه در واقع با هدف گلال... <coughs> گلالود کردن آب صورت میگیره. یه نکته هم بگم و اون این که بعضی از مغلطه هایی که تا امشب مرور کردیم و بعضی مغلطه هایی که مرور نکردیم از نظر معنی و کاربرد شبیه به هم هستند بعضی هاشون پس اگه بعضی جاها شباهتی بین بعضی مغلطه ها میبینید نگران نباشید این شباهت ها اجتناب ناپذیره اما خیلی مهم نیست همین که تشخیص بدیم طرف داره مغلطه میکنه خیلی از مشکلات ما حل میشه بسیار خوب اگه دوستان مایلن تشریف بیارن رو خط از این لحظه هستیم در خدمت شما من یه نگاهی بندازم ببینم چه خبره اون لینک رو پایین گذاشتم اگه روش کلیک کنید یه صفحه باز میشه رو، تو اون صفحه میکروفون رو روشن کنید دوربین رو خاموش کنید روی 카메라 کلیک کنید دوربین خاموش میشه بعد پایینش دکمه ای هست اگه بزنید وارد اتاق شبنشینی ما میشید هستیم در خدمت شما اگه دوستان میخوان بیان رو خط ما در خدمتیم <applause> تا طالبان نیومده همه جا رو نگرفته بیاین رو خط بسیار خوب ظاهرا دوستان مایل ما نیستن بیان رو خط خیلی خوب این فیسبوک هست و مجانی رایگان فعلا طالبان که گرفتن ممکنه بعدا یه مالیاتی هم روش ببندن ولی فعلا هست دوست داشتین ما در خدمتیم سوالی مطلبی فحشی هرچی هست ما در خدمتیم اینجا بسیار خوب پس وعده ما یک شنبه آینده همین ساعت همین جا اگه براتون مقدوره لطفا برنامه ها رو به اشتراک بذارین تشکر من از حضورتون مرخص میشم اما قبل از رفتن دو نکته رو خیلی سریع عرض کنم <تص> همونطور که احتمالا در شبکه های اجتماعی دیدید اعتراضات مردم در گوشه و کنار ایران با خشونت تمام سرکوب میشه مردمی که از ابتدایی امکانات و حق و حقوق انسانیشون محروم شدن اومدن بیرون و به این وضعیت نابسامان اعتراض میکنند اما حکومت پاسخشون رو با گلوله میده حتی اعتراض به بی آبی جوابش مرگه ملایی که هزار سال با لب تشنه علی اصغر دکان باز کرده و اموال مردم رو غارت کرده امروز به سمت مردم تشنه لب خودش گلوله شلیک میکنه شهروندان تشن لب خودش رو میکشه به نام لب تشنه علی اسخر در تازه ترین تحولات تظاهرات مردم به خاطر بیابی در خوزستان هم به خاک و خون کشیده شده مثل همه جای دیگر کشور هر کس هر جای اعتراض کرد بهش تهمت زدند و جوابش رو با گلوله دادند نذاریم این دولت به نام قومیت و دین و بهانه ها و تهمت های مشابه ما ملت رو از هم جدا کنه و ما رو تک تک به سلاخونه ببره یه روز سیستان و بلوچستان یه روز گیلان و مازندران یه روز اصفهان، یه روز کردستان یه روز تهران امروز هم خوزستان خوزستانی که حداقل یک نفر از فک و فامیل ها یا دوستان خودمون و یا خودمون به خاطرش جنگیدیم و تلفات دادیم همون خوزستان امروز افتاده دست این آخوندهای مفتخور که دارند غارتش میکنند ما به خاطر این خاک کشته دادیم اما آخوندها دارند منفعتش رو میبرند نه تنها منفعتش رو میبرند بلکه دارند به روی صاحبان اون خاک که جونشون از تشنگی به لب رسیده گلوله شلیک میکنن در برابر چشم ما از صدام پس گرفتیم دادیم به این وحوش اسلامی و نشستیم تماشا میکنیم لطفا صدای یکدیگر باشیم و در بزنگاه های تاریخی پشت هم رو خالی نکنیم همه باید یک صدا در برابر این توحش بیستیم و در عمل به ظالم نشون بدیم که ما ظلم را از هیچ کس و در حق هیچ کس نمیپذیریم ظالم برو گم شو اما اجازه بدین چند جمله ای هم در باب اتفاقی که چند روز پیش در آمریکا افتاد صحبت کنم. همونطور که احتمالاً در خبرها شنیدید در هفته ای که گذشت تلاش دولت جمهوری اسلامی ایران برای آدم ربایی در خاک آمریکا با شکست مواجه شد. پلیس فدرال آمریکا FBI اسامی چهار مرد و یک زن ایرانی رو منتشر کرده که تلاش داشتند خانم مسیح علی نژاد رو در آمریکا بدزدند و از اونجا به ونزوئلا ببرند و از اونجا به ایران منتقل کنند آدم ربایی دولتی دولتی که نمیتونه آب و برق مردم خودش رو تأمین کنه میلیون ها دلار خرج میکنه تا صدای مخالفین خودش رو در اقسان نقاط جهان خاموش کنه این, این بار هم این همه خرج و مخارج کردن تا یک زن خبرنگار رو بدزدن زنی که تنها سلاحش یه دوربین و یه زبان سرخ و با همین امکانات ابتدایی صدای بی صدایانی شده که قربانی خشونت دولتی در ایران هستند اما دولت همین مقدار رو هم تحمل نمیکنه. رادیو بی خدایان ضمن محکوم کردن این گونه اعمال تروریستی و خشونت بار اعلام می کند که هرچند چون این اعمالی اسلامی هستند و توسط شخص محمد هم انجام می شدند اما تکرار اینگونه گونه خشونت های محمدی در عصر حاضر تأییدی است بر حرف منتقدین که اسلام دین خون است و خشونت و هیچ اصلاح و اعتراضی را بر نمیتابد حکومت متهم به حمایت از تروریسم تا نیویورک برای رو بودن یک روزنامه نگار منتقد مسیح علی نجات، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در یک عملیات وزارت اطلاعات با مدیریت این فرد علی رضا فراهانی ملقب به وزارت سلیمی و حاج علی 51 ساله مأمور رسمی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کسی که در یک ابزار الکترونیکیش عکس سوژه در کنار عکس‌های از روح الله زم به علیرضا شارمهد دیده شده با این توضیح جمع دارد کم کم بزرگتر می شود خودتان می یا ما به سراغ شما بیایید فراهانی تیمی را برای انجام این عملیات مدیریت می کرده با حضور چهار چهره اصلی یکیشان محمود خازعین است ملقب به حاج محمود پنجا و یک ساله که از او به عنوان عامل وزارت اطلاعات نام برده شده او از دو دهه پیش عضو بسیج بوده FBI بی می آی میگوید خازه این دست کم از هفت سال پیش با دستگاه های اطلاعاتی ایران همکاری می کند. این ارتباط نزدیکی با بعضی چهره های ورزشی و هنری داشته. مراسم نکوداشت برانکو ایوانکوویچ مربی سابق تیم پرسپولیس در دفتر او برگزار شد. جشن تولد مهران مدیری هم در دفتر او برگزار شد. با حضور بازیگرانی سرشناس. در عملیات روبودن مسیح علی نجات او درباره سوژه و محل سکونتش تحقیق کرد و همینطور درباره مسیرهای آبی در نزدیکی بروکلین نیویورک و مسیرهای ممکن به سوی ونزوئلا کیا صادقی 35 ساله عضو دیگر تیم عملیات بوده او که ساکن ایران است در آمریکا، کانادا و بریتانیا به دنبال استخدام کاراگاه خصوصی بوده او گفته برای شرکتی در دوبه کار می کند و به دنبال یافتن افرادی است که به آنها بدهکارند یا پولشان را دزدیدند. صادقی اطلاعات کسب شده را با بقیه اعضای تیم به اشتراک میگذاشت. متهم دیگر امید نوریست، 46 ساله. او به کارگاه خصوصی پول پرداخت کرد و عکس و ویدیوهایی از مسیح علی نژاد تحویل گرفت. همینطور اطلاعاتی از اهداف شماره دو، سه و چهار در کانادا او با کسی در ارتباط بوده که مسئول پروژه جمعوری اطلاعات درباره یک روزنامه‌نگار در بریتانیا بوده و تنها متهم اصلی پرونده که ساکن آمریکاست نیلوفر بهادوریفر مشهور به نلی ساکن کالیفرنیا اف بی آی اعلام کرد او ده تیر در کالیفرنیا دستگیر و ده روز پیش با قرار وسیقه آزاد شده تیر ماه سال گذشته که عملیات تحقیق درباره سوژه‌های اول و دوم آغاز شد 472 هزار دلار به حساب نیلوفر بهادوریفر فر واریز شد. او مسئول پرداختها و تامین خدمات برای بقیه تیم از جمله محمود خازعین بوده. تیم عملیاتی با استخدام کاراگاه خصوصی از او اطلاعاتی جامع درباره مسیح علی نجات خواستند. دست کم پنج دقیقه ویدیو از هر ساعت ارزیابی به اضافه ده عکس مجموعا در شش ساعت باید سی دقیقه ویدیو تحویل داده شود وقتی سوژه قدم میزند و باغبانی میکند او را دنبال کن ویدیویی از آغاز و پایان روند ارزیابی اگر سر کار اصلی هستید و سوژه با دوستی می میکند یا کار دلخواهش را انجام میدهد تا سه ساعت بیشتر تعقیب را ادامه بدهید ما پول را پیش از دریافت ویدیوها و عکسها می میپردازیم تصاویر هر شخص و هر چیزی مشتری محتوای زیادی میخواهد حتی چیزهایی که فکر میکنید ارزشی ندارند از جمله همه افراد ساکن خانه، همه اشیا و زبان بدن افراد. پلیس فدرال آمریکا عملیات روبودن مسیح علی نجاد از آمریکا را خونسا کرد. اما این گروه قصد انجام عملیات های مشابه در کانادا، امارات متحده عربی و بریتانیا را هم داشته. مقام های جمهوری اسلامی پیش از این تلاش کرده بودند با استفاده از اعضای خانواده مسیح علی نجاد او را به یکی از کشورهای همسایه بکشانند. عملیاتی که با مقاومت خانواده او شکست خورد اما برادرش به هشت سال زندان محکوم شد تلاش برای روبودن مسیح علی نجات یکی از تازه ترین فعالیت جمهوری اسلامی برای برخورد با مخالفان است پیش از این سپاه پاسداران روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را روبود و اعدام کرد تابستان سال گذشته هم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی جمشید شارمهد از اعضای انجمن پادشاهی ایران را در یکی از کشورهای همسایه رو بود اما این بار در حالی که کشورهای غربی برای احیای برجام با جمهوری اسلامی پای میز مذاکره نشستند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دندانش را برای روزنامه‌نگاران مخالف در آمریکا و اروپا تیز کرده کسانی که صدای واقعی بی‌قدرتانند جان دو دو. <applause> 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 مهدی <مشتبه> واقعا محسن ایران اینترنشنال. <applause> مهدیه مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان همراه ما هستند تا بیشتر در همین رابطه صحبت بکنیم. آقای مهدوی آزاد چرا این حجم از حساسیت امنیتی و اقدام علیه خانم علینژاد از سمت حکومت جمهوری اسلامی وجود داره؟ بله خانم علی نجات در مصاحبهش گفته که حدود هشت ماه پیش معاملات مسئول در آمریکا از وجود چنین طرح ایشون رو مطلع کردن هشت ماه پیش اون مقطع مختب میشه مقطعی که روح الله زم اعدام شد 22 آذر 99 و حدود یک ماه قبلش 9 آبان 99 مقطعی که حبیب اسفید دزدیده شد گفته شد از ترکیه او رو دزدیدن سه چهار ماه قبلش جمشید شارمه رو 11 مهر 99 دوباره دزدیدن از دبی دزدیدن بردنش عمان و از عمان با قایق ظاهرا بردنش ایران و در مورد همه اینها یک یک عالم اخبار جعلی پخش کردن مثلا در مورد شارمه اول گفتن پاکستان اون رو ما رو تحویل داده بعد گفتن تاجیکستان رو, رو تحویل داده یه نکته مهمی وجود داره کمتر کسی بهش توجه کنه. این سناریوها ها و توالی این زمان رو که شما نگاه میکنید یعنی از رو بودن رو الله زم شارمت اسفیر پروژه که برای خانم مد... مسیح نجات بوده و یک پروژه عظیمی که علیه روزنامه نگاران خارج کشور بوده میدونید در یک ماه اخیر سه بار علی خامنه ای به روزنامه نگاران خارج کشور حمله کرده گفته و اونها مزدور و خائنن این نشون میده یک چیزی یک ترکی شبیه طرح ترک راه حل نهایی در واقع در دستور کار دستگاه امنیتی ایران قرار گرفته در حکومت آلمان هیتلری حکومت نازی این طرح این طرح هانش هیملر بود طرح با آلمانی بهش میگن طرح راه حل نهایی یعنی اینکه گفتن که ما باید کسانی که مخل آلمان لازی هستن اونها فکر کردن یهودیان هستن یهودیان رو همشون رو بکشیم همشون رو از میدان خارج کنیم اتفاقا جالبه که دو سال قبل از هیملر هم ب ب ب ب ب ب در مقامات آلمانی آیشمن طرح تبعید اونها رو داده بود یعنی بعد از اینکه دیدن طرح تبعید پر هزینه است دیگه نمیتونن دار کنن تصمیم گرفتن بکشن جواب سوال شما این هست که ظاهرا حکومت ایران یه طرحی شبیه این طرح داره اینکه اسمش چی هست رو من نمیدونم یه روزی باید از مقامات دولت روحانی و یا مقامات اطلاعاتی فعلی پرسید حتما یه اسم باید داشته باشه ولی هدف این طرح این هستش که اکتیویست ها فعالان روزنامه نگاران همه کسایی که یه صدای ازشون در میاد رو خفه بکنن پروژه کاملا مشخصه در گام اول علی شما یک عالم خبر دروغ میسازن در گام دوم یه عالم به شما حمله میکنن اتهام میزنن و شما رو وابسته نشون میدن با عوامل داخلی و خارجی و در گام سوم اگر شما همچنان نفوذ داشته باشید و اثر داشته باشید شما رو میدزدن و میکشند اگر زورشون نرسد شما رو بدزدن در خارج کشور شما رو ترور میکنن بنابراین این نگرانی و ترسی که جمهوری اسلامی داره از فعالیت رسانه های خارج از کشور و خبر رسانی مستقل دقیقا از کجا میاد که این طرحها و پروژه ها رو به گفته شما پیاده میکنه ببینید بذار اول من واسه اینکه هیچ سوء تفاهمی نباشه بگم ریشه اصلی همین طرح شخص رهبر مادام العمر ایران علی خاملی است به شما گفتم در یک ماه اخیر این علی خاملی ای بوده که سه بار سخنرانی کرده در سخنرانی هاش رسما به روزنامه نگاران خارج گفته مزدور و خائن این جرایم میدونید جرایم بسیار سنگینی هستن نه فقط در ایران در همه جای دنیا به سادگی همه رو متهم میکنه به مزدوری و, خیانت. هر نوع حرفی که زده بشه در مورد که اینها عناصر خودسر بودن چهار تا آدم بودن در داخل خودشون نشستن فکر کردن این شوخیه این تصمیم هسته سخت قدرت و رهبری جمهوری اسلامی است که اگر نتونه روزنامه نگاران خارج از کشور و فعالان رو خفه بکنه ساکتشون بکنه بدنامشون بکنه حزبشون بکنه به دیگه این کار رو میکنن و دلیلش این هستش که واقعا که شما یه نگاه به صفحه سی... سیاست امروز ایران بیاندازید اگر روزنامه نگاران خارج از کشور این چند نفری ای که در شبکه‌های مجازی فعالیت میکنن این فعالان سیاسی خارج کشور نباشن شما هیچ صدای انتقادی در ایران نمیشنوید یعنی روزنامه‌های داخلی نه که همکاران من در داخل نخوا اونها تحت فشار امنیتی حادن احزار میشن اخبار شما نمیشنویم به سادگی اخراج میشن اونها که در داخل هیچ کاری نمیتونن بکنن احزاب داخل هم که همش یا حکومت ساخته هستن یا اصلا بخش خودشون برخواسته از دستگاه امنیتی هستند سابقه ترور و جنایت دارن در داخل هم مردم اگه حرف بزنن خیلی راحت مثل آقا میبینید به رگبار میبندن میکشنشون در واقع آخرین سنگر یا تنها سنگری که شما صدایی در مورد دموکراسی آزادی میشنوید صدایی میشنوید که آقا یه نفر نباید بعد چهار نسل ایرانی ها حکومت بکنه یک نفر نباید چهار نسل ایرانی ها رو با توهمات یا آرزوهاش ویران بکنه این صدا صدای خارج از کشور طبیعی است میگم عین حکومت هیتلر که فکر میکرد با تحریم است راه حل نهایی میتونه همه مشکلات حل کنه اینقدر خام اندیشانه فکر میکرد در جمهوری اسلامی هم ساختار امنیتی فکر میکنن مثلا با کشتن مسیح نجات یا مثلا اعدام روح الله صدای انتقادی وش خواهد شد که البته به روایت تاریخ این توهم و اشتباه مهدیه محدوی آزاد روزنامه از بن ممنونم از توضیحاتتون